دوست و رفیقای تامی هوب وقتی که میبینن یه چند روزی خبری از دوستشون نیست نگرانش میشن میرن جلوی در خونهش تا یه سرگوشی یا بدن ببینن اوضاع از چه قراره و اونجا با یک واقعیت وحشتناک روبرو میشن اینجا دقیقا نقطه شروع پرونده جنایی امروزه با من همراه باشید سلام من امینم و به یک ویدیو دیگه از چنل فیکشن خوش اومدید. اگر این اولین باره که دارید چهره من رو میبینید باید بگم که ما اینجا و توی این چنل میریم سراغ پرونده های جنایی واقعی. پس اگر به این سبک و سیاق از ویدیو علاقه دارید همین الان زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید تا هر بار که یه ویدیو جدیدی میذاریم براتون نوتیفش بیاد بتونید بیاد همچین داغ داغ ویدیو رو تماشا بکنید. تا یادم نرفته این نکته رو هم یادآوری بکنم که حتما اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش بکنید که لایک کردن شما باعث میشه که این ویدیو بیشتر توی یوتیوب به چرخه آدم های بیشتری ببیننش و قاعدتا چنل ما رو پیدا بکنن دیگه بیشتر از این لفت و لاب ندم بریم سراغ پرونده امروز همراه بشیم با کاراکتر اصلی پرونده همونطوری که توی مقدمه گفتم یک آقایی به اسم تامی هو. تامی متولد 28 جوان 1955 بود اصالتا اهل تگزاس بود اونجا به دنیا آمده بود با خانوادهش اونجا زندگی میکرد و بچگی خیلی بدی رو پشت سر گذاشته بود تامی به خاطر اینکه خانوادهش یعنی پدر و مادرش اصلا درگیر بچه ها نبودن نه،, نه تنها درگیر نبودن بلکه اصلا حواسشون هم به بچه ها نبوده براشون مهم نبودن بچه ها. این فکر میکنم بهترین اصطلاح باشه که بچه ها اصلا اهمیت نداشتن برای این پدر و مادر میرفتن بیرون چند روز بر نمی گشتن و بچه ها رو به حال خودشون رها میکردن بچه هایی که کوچیک بودن توانایی مراقبت از خودشون رو نداشتن نمیتونستن غذا درست بکنن چیزی برای خوردن نداشتن و این پدر و مادر اینها رو چند روز رها میکردن و میرفتن پی کاروبار زندگی خودشون رو بعد چند روز برمیگشتن انقدر گشنگی کشیده بودن بچه ها که مجبور می شدن برن در خونه همسایه ها رو بزنن و از اونها درخواست غذا بکنن البته یه چند تا همسایه مهربون هم داشتن که در خونهشون رو باز می زاشتن که هر وقت این بچه ها میان دیگه در نزنن برن تو خودشون رو سیر بکنن یه غذایی بخورن و برگردن خونهشون وقتی که این ماجرا چندین و چند بار تکرار میشه و چند ماه از این اتفاقات میگذره همسایه ها خبر میدن به آژانس حمایت از کودکان اونها میان بچه ها رو میگیرن از این خانواده و قرار میشه که اونها رو برای سرپرستی بدن به خانواده های دیگه یه اصطلاحی هست یک مدلی از سرپرستی هست توی امریکا به اسم فاستر کیدز نمیدونم حالا شاید توی بقیه کشورها هم باشه اما چون حالا کیسمون توی امریکاست خصوصا داریم در مورد این کشور صحبت میکنیم این فاسترها چطوری هم؟ یک سری خانواده میرن درخواست میدن که ما میتونیم یکی دو تا سه تا بچه رو بزرگ بکنیم اینا رو بدید به ما و دولت در ازای نگهداری از این بچه ها به اون خانواده ها پول میده این خودش میتونه باعث خیر باشه و در کنارش میتونه باعث شر هم باشه خانواده هایی که خیلی وضع مالی خوبی ندارن میرن چند تا بچه رو میارن به سرپرستی یه پولی از دولت میگیرن و با بچه ها هم بدرفتاری میکنن ازشون کار میکشن در واقع یه جورایی میشه گفتش که سوء استفاده میکنن از بچه ها. بچه هایی که خانواده تامی داشتن یعنی خواهر و برادرهاش همشون این شکلی میرن به سرپرستی گرفته میشن و از قضا اوزا برای اونها خوب بوده یه برادر داشته یه خواهر تامی ولی اوزا برای خود تامی خوب نبوده گیر یک خانواده میفته که بدتر از خانواده خودش بودن ازش کار میکشیدن بهش گشنگی میدادن بهش توجه نمیکردن و انقدر شرایط توی اون خونه برای تامی بد پیش میره که این فقط منتظر بوده که 18 سالش بشه برسه به سن قانونی و از اون خونه بزنه بیرون همین اتفاق هم میافته وقتی که 18 سالش میشه میره به ارتش درخواست میده که من میخوام بیام عضو شما بشم و ارتش همین درخواست رو قبول میکنه از همون 18 سالگی میره میپیونده به ارتش ایالات متحده امریکا و یه چند سالی رو و به وطنش خدمت میکنه توی بیست و چند سالگی تصمیم میگیره که دیگه بسه از ارتش بیام بیرون و دیگه برم برای خودم کار بکنم میره توی کالیفرنیا ساکن میشه و شروع میکنه کار کردن هر کاری که بلد بوده رو انجام میداده که بتونه نون در بیاره گشنه نمونه غذا پیدا بکنه و غذا بخوره مکانیکی میکرده خونه مردم رو نظافت میکرده این چمنا رو کوتاه میکرده بیرون خونه رو مرتب و منظم میکرده اگه یه خونه نیاز به بازسازی داشته میرفته بنایی می کرده هر کاری از دستش برمیومده انجام میداده که بتونه یه سرپناهی برای خودش درست بکنه پیدا بکنه و از پس از هاش بر بیاد و یه لغمه نون هم در بیاره که بخوره توی این کالیفرنیا اوزاش خیلی بد نبوده خیلی هم به سامون نبوده سخت کار میکرده کم پول در می و کم میتونسته هزینه بکنه ولی یه دوست دختری هم داشته با این دوست دخترش چند سال طولانی مدت با همدیگه رابطه داشتن ولی این رابطهش که به هم میخوره با این دوست دختره دیگه از کالیفرنیا دل میکنه میاد به میزوری به یک شهری به اسم کمنتون اگه درست بگم اسمش رو اونجا ساکن میشه و میخواسته که اینجا یک زندگی جدیدی برای خودش بسازه این شهر چندتا تا حسن داشته برای تامی هزینه ها درش کمتر بوده مجبور نبوده که بیشتر کار بکنه کمتر بخوره با یک مقدار کار معقول میتونسته یک درآمد معقولی هم داشته باشه و یک زندگی خوبی برای خودش بسازه در کنارش میتونسته معاشرت بکنه با آدمهای مختلف توی کالیفرنیا انقدر کار میکرده انقدر وقت میذاشته برای کار کردن که دیگه عملا وقتی برای معاشرت براش نمیمونده ولی توی این شهر جدید این امکان براش وجود داشته که بره به کلابهای مختلف بره به بارهای مختلف دوست و رفیق پیدا بکنه و یه ذره از نظر اجتماعی هم یک زندگی بسامونتری رو برای خودش بسازه از غذا همین اتفاق هم میفته باز هم اینجا کارهای مختلف میکرده و تونسته بوده یک خونه اجاره بکنه برای خودش غذا میتونسته تهیه بکنه از پس اجاره خونه برمیومده اومده خوب خرج میکرده نه حالا بریز و به پاشها ولی خب خوب خرج میکرده به اندازه خودش خوب تفریح میکرده تقریبا هر شب میرفته به بارهای مختلف به کلابهای مختلف دوست و رفیق پیدا کرده بوده چیزی که تا الان توی زندگی تامی نبوده و این دوست و رفیق پیدا کردنه باعث شده بوده که از نظر اجتماعی خیلی زندگی خوبی برای خودش داشته باشه چون تازه وارد این ورته دوستی و دوست پیدا کردن شده بوده خیلی هم دوست با معرفتی بوده از جون مایه میذاشته برای دوستاش و همین باعث شده بوده که آدمهایی که این باهاشون رفت آمد میکنه خیلی خاطر تامی رو بخوان همینطوری زندگیش پیش میره تا میرسیم به سال 2004 تا 2004 تونسته بود جاپای خودش رو توی این شهر جدید سفت بکنه تامی دوست و رفیق پیدا کرده بوده تفریحات شبانه خودش رو داشته و یه مدتی توی آوریل دوستاش متوجه میشن که چند شبی هست که خبری از تامی نیست دیگه نمیاد به کلاب دیگه نمیاد به بار خبری ازش نداریم نگرانش میشن 28 آوریل سال 2004 دو تا از دوستاش به اسم سیندی و برایان تصمیم میگیرن که برن دم در خونه تامی در بزنن ببینن حالش چطوره نکنه مریض شده نیاز به کمک داره ساعت 6:30 صبح میرن جلوی در خونه تامی در میزنن خب کسی جواب نمیده قاعدتا میگن شاید صبح خیلی زود خواب هنوز کم نگرانش میشن یه دوری دور این خونه میزنن و میبینن که یکی از پنجره ها بازه سیندی از اون پنجره باز شروع میکنه صدا کردن تامی میگه که من بیدارش کنم دیگه با این صدا کردن یه چند بار صداش میکنه میبینه که بازم خبری از تامی نیست و این بار دیگه نگرانش میشن سیندی از اون پنجره میره تو تا توی خونه تامی رو نگاه بکنه ببینه که چه اتفاقی افتاده هست توی خونه نیست توی خونه چرا خبری از تامی نیستش وقتی که وارد خونه میشه بین آشپزخونه و پذیرایی با یک صحنه بدی روبرو میشه تامی دمر افتاده بوده روی زمین غرق شده بوده توی خونه خودش دور و برش رو کامل خون گرفته بوده غرق خون بوده و به نظر میومده که یک اتفاق بدی برای تامی افتاده به نظر میومده که مرده خیلی هول میکنه سیندی میره قفل در رو باز میکنه برایان رو راه میده تو برایان میاد این صحنه رو میبینن هر دوشون دست و پاشون رو گم کرده بودن نمیدونستن باید چی کار بکنن میان تماس بگیرن با پلیس میبینن که موبایل ندارن موبایلشون حالا حداقل همراهشون نیست تلفن خونه تامی هم قطع بوده مجبور میشن برن خونه یکی از دوستاشون که نزدیک خونه تامی بوده از اونجا زنگ بزنن به پلیس وقتی که پلیس میاد متوجه میشه که چیزی که داره میبینه احتمالا یک صحنه قتل نیست یک مرگ مشکوکه چرا به خاطر اینکه خونه ی تامی اصلا به هم ریخته نبوده نشونه ای از درگیری اونجا وجود نداشته نشونه ای از دزدی وجود نداشته و به نظر می اومده که تامی در یک حادثه در یک سانحه یک اتفاقی براش افتاده خودش به خودش آسیب زده و در نهایت باعث مرگش شده این فرضیه ای اولیه ای پلیس فقط انقدر طول میکشه که تامی رو برسونن به پزشکی قانونی وقتی که توی پزشکی قانونی بررسیش میکنن متوجه میشن که نه صد درصد پلیس با یک پرونده قتل روبروه توی پزشکی قانونی مشخص میشه که با چاقو ضربات متعددی به تامی خورده به گلوش گردنش بدنش و دستاش ضربه خورده بوده ضرباتی که به گلو و گردنش خورده بوده کاری نبودن و از هشت ای که به دست و قفسه سینش خورده بوده سه تاش کاری بودن که این سه ضربه باعث مرگ تامی شده بوده در کنار اون مشخص میشه که یک چند روزی هم هست که از مرگ تامی گذشته اگه یادتون باشه 28 آوریل جسدش پیدا شده بود و توی پزشکی قانونی مشخص میشه که قتل احتمالا یا اواخر 24 یا اوایل 25 آوریل اتفاق افتاده وقتی که پلیس متوجه میشه که با یک پرونده قتل روبروه دیگه الان باید خونه تامی رو بهتر بررسی میکردن گفتم توی همون نگاه اول هم به نظر پلیس اومده بود که هیچ نشونه ای از درگیری توی خونه وجود نداره به نظر نمیاد که انگیزه قاتل دزدی بوده باشه به خاطر اینکه هیچ کدوم از اقلامی که توی خونه تامی بودن دزدیده نشده بودند، ولی وقتی که از این مایه های لومینول میزنن و خونه رو بهتر بررسی میکنن میبینن که یک رد پای خونی تا پنجره وجود داره مشخص بوده که قاتل وقتی که کار رو انجام داده و قتل رو انجام داده از در خارج نشده و از پنجره همون پنجره ای که باز بوده از اونجا خارج شده رد پا رو بررسی میکنن چیز خیلی خاصی به دست پلیس نمیرسه ولی خیلی طول نمیکشه که مزنون اولشون رو پیدا میکنن مزنون اول کی بوده سیندی همون کسی که برای اولین بار جسد تامی رو پیدا کرده بوده چرا بهش مشکوک میشن به خاطر اینکه یک قوطی قرص توی جیب تامی بوده که روش نوشته شده بوده سیندی سیندی رو میارن که ازش پرسش و پاسخ بکنن ازش یک بازجویی بکنن و سیندی شروع میکنه به تعریف کردن میگه که من و تامی خیلی با همدیگه دوست بودیم یه مدتی حتی با همدیگه زندگی می کردیم رابطه با همدیگه داشتیم ولی خب این رابطه به جایی نکشید از همدیگه جدا شدیم و دوست باقی موندیم دلیل این که یک قوطی پیدا کردید تو جیبش که اسم من روش بوده اینه که من و تامی هر از گاهی تفننی با همدیگه مواد می زدیم و این قوطی اون قوطیه که من توش موادم را نگه می داشتم. توی هیچ کدوم از منابعی که من مطالعه کردم و مستندی که نگاه کردم اشاره نشده بود که تامی معتاد بوده ولی خب چیزی که مشخصه اینه که تفننی مواد میکشیده هم کوکائین استفاده می کرده هم ماریجوانا و هم شیشه توی این مستندی که تماشا می کردم می گفتش که تامی به خاطر اینکه دردهای دوران کودکی و دردهای دورانی که در ارتش خدمت کرده بوده رو التیام بده مواد مصرف می کرده حالا من نمی این ماجرای مواد کشیدن این رو سفید بکنم نه به هر حال استفاده کردن از مواد مضمومه ولی خب تامی معتاد نبوده تفننی استفاده میکرده سیندی میاد میگه که آره من و تامی هر از گاهی تفننی میشستیم مواد میکشیدیم این قوطی بود که من همیشه کوکاینم رو این تو نگه میداشتم و دفعه آخری مونده بود دست تامی به خاطر همینه که تو جیبش این رو پیدا کردید پلیس باور میکنه حرف سیدنی رو حالا در کنار این که این داشته داستان رو یه جوری تعریف میکرده که به نظر منطقی میومده توی خون تامی هم اثر کوکائین دیده میشده حرفای سیندی منطقی به نظر پلیس میومده یک شاهد هم داشته برای وقتی که پزشکی قانونی تشخیص داده بوده که زمان دقیق مرگ تامیه خب پس سیندی از دایره مزنونین پلیس کنار گذاشته میشه و خیلی طول نمیکشه که پلیس به یک مزنون دیگری برمیخوره در واقع برای اینکه برسیم به مزنون اصلی پلیس باید یه ذره برگردیم عقب برسیم به یک خانومی به اسم کلارا کلارا رکتور یک خانومی بوده که اون موقع در سال 2004 27 سالش بوده و این کلارا به همراه تامی به شوهر کلارا خیانت میکردن اسم شوهر کلارا جیسون بوده در واقع تامی معشوق کلارا بوده در حالی که کلارا شوهر داشته و ازدواج کرده بوده بیایم یکم در مورد کلارا صحبت بکنیم بعد برسیم به جیسون و ببینیم که آیا این دو نفر میتونن ربطی داشته باشن به قتل تامی یا نه کلارا متولد 1976 بوده و اصالتا کالیفرنیایی بوده اون هم مثل تامی کودکی خیلی سختی داشته توی سنین کم اومده بودن از خانوادهش گرفته بودنش داده بودن به فرزند خوندگی به یک خانواده دیگه و یه جورایی از خانواده اصلیش جداش کرده بودن دیگه بعد از این اتفاق هم با این خانواده جدید اومده بوده توی میزوری اینجا ساکن شده بوده و در نتیجه بیشتر عمرش رو توی همین شهر ساکن بوده 19 سالش که شده بوده شوهر کرده بوده یک شوهر خوبی هم داشته با همدیگه خیلی خوشبخت بودن ولی خب متاسفانه شوهر اول کلارا بر اثر یک تصادف جونش رو از دست میده در حالی که کلارا باردار بوده این اتفاق یعنی مرگ شوهر کلارا باعث میشه که اون رو بیاره به مواد مخدر و خب ما میدونیم که مصرف مواد در بارداری روی جنین هم تاثیر میذاره خلاصه که بچهش رو به دنیا میاره یه مدتی سینگل مادر بوده یعنی یک مادر مجرد بوده داشته بچهش رو بزرگ میکرده تا آشنا میشه با جیسون با جیسون که آشنا میشه خیلی رابطهشون خوب پیش میره خیلی زود جیسون پیشنهاد ازدواج میده به کلارا و اینها با همدیگه ازدواج میکنن جیسون اون بچه کلارا رو هم قبول میکنه به فرزندی میگیرد هی بالا پر خودش و اینها یک خانواده سه نفره بودن دو تا بچه هم کلارا از جیسون به دنیا میاره یعنی در واقع خانوادهشون در نهایت پنج نفره میشن اما قبل از اینکه این بچه ها به دنیا بیان میدونیم که کلارا داره مواد مصرف میکنه جیسون هم در کنار کلارا مواد مصرف می‌کرد. یعنی زن و شوهر هر دو مصرف کننده مواد مخدر بودن یه مدتی که میگذره و بچه ها به دنیا میان و خانوادهشون سر و شکل جدیتری به خودش میگیره جیسون به این نتیجه میرسه که من نمیخوام اینطوری زندگی بکنم این زندگی نیستش که من بخوام در آینده هم داشته باشم باید برم مواد رو ترک بکنم میره به یک مرکز ترک اعتیاد اونجا بستری میشه مواد رو ترک میکنه به امید اینکه بعد از اینکه برمیگرده بچه ها رو نگه داره که کلارا هم بره ترک بکنه ولی وقتی که پاک میشه برمیگرده کلارا به اون نقطه نرسیده بوده که بخواد مواد رو ترک بکنه همین ترک نکردن کلارا باعث میشه که یک اختلافی بین جیسون و کلارا به وجود بیاد جیسونی که تا الان تمام حمایتش رو گذاشته بوده برای کلارا الان دیگه یه جایی متوقف شده بوده بهش گفته بوده برو مواد رو ترک بکن و کلارا نمیخواسته این کار رو بکنه همین اختلاف ذره ذره بزر بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه اینها هیچ وقت از همدیگه طلاق نگرفته بودن ها. ولی یه جاهایی دیگه از همدیگه جدا زندگی میکردن توی همین برهه که اینها با همدیگه اختلاف داشتن کلارا با تامی آشنا میشه با تامی آشنا میشه خب ما میدونیم که یه سری مشترکات همینها با همدیگه دارن دیگه جفتشون اهل مصرف کردن مواد مخدرن جفتشون کودکی بدی داشتن و خب همین باعث میشه که یک رابطه بین اینها شکل بگیره وقتهایی که جیسون با کلارا اختلافشون انقدر جدی میشده که کلارا خونه رو ترک میکرده میرفته پیش تامی و پیش تامی زندگی میکرده اول رابطهشون دوستانه بوده ولی خب زندگی کردن با همدیگه کم کم باعث میشه که بین اینها یه سری روابط رومانتیک هم شکل بگیره رابطه جنسی هم داشته باشن هی رابطهشون داشته عمیق امیغ و عمیقتر میشده اواخر سال 2003 یه روزی جیسون میاد در خونه تامی کلارا رو از خونه میکشه بیرون میبرتش به یک مرکز ترک اتیا تحویل میده و دیگه تقریبا میشه گفتش که رابطه تامی و کلارا اینجا تموم میشه کلارا میره به یک مرکز ترک اعتیاد اونجا ترک میکنه میاد بیرون و خب قرار بر این بوده که بعد از اینکه ترک میکنه دوباره جیسون و کلارا تمرکزشون رو بذارن روی ازدواجشون و سعی بکنن که این زندگی رو از نوع یه جورایی بسازن و گذشتهشون رو پشت سر بذارن ولی خب ما میدونیم که کلارا عمیقا و از صمیم قلبش دلش نمیخواسته که ترک بکنه حتی وقتی که ترک میکنه میاد بیرون و داشته با جیسون روی ازدواجشون کار میکرده هم بازم بعضی وقتا قایمکی میرفته خونه تامی و با تامی مواد میکشیدن این ماجرا انقدری پیش میره که کم کم شست جیسون خبردار میشه که یه اتفاقی داره میفته کلارا یه وقتایی منو میپیچونه و اینا میره جلوی در خونه تامی و شروع میکنه تهدید کردن تامی که پاتو از زندگی من بکش بیرون دست از سر زن من بردار اتفاقای بدی برات میفته و وقتی که بعد از قتل تامی یکی از دوستای تامی میاد پیش پلیس و میگه که چند روز قبل از قتل تامی جیسون اومده بود دم در خونش و تهدیدش کرده بود پلیس شاخکاش تکون میخوره که جیسون میتونه یک مزنون خیلی خوب برای ما باشه به خاطر اینکه انگیزه رو داره یک انگیزه قوی داره و در کنار اون کسی که تامی رو کشته به وضوح آدم خشنی بوده ازش عصبانی بوده که انقدر بهش چاقو زده یه اتفاق نبوده دو تا ضربه چاقو نزده و فرار بکنه و بره بارها و بارها این چاقو رو به تن تامی فرو کرده پس جیسون میتونه یک مزنون درست و حسابی برای پلیس باشه پلیس این دو نفر یعنی کلارا و جیسون رو میاره تا ازشون بازجویی بکنه کلارا هیچ چیزی رو مخفی نمیکنه تمام داستان رو تعریف میکنه میگه که آره من با تامی به همسرم خیانت کردم قایمکی میرفتم باهاش مواد میکشیدم ولی خب من در قتل اون دست ندارم جیسون وقتی که ازش صحبت میکنن اون هم هیچ چیزی رو مخفی نمیکنه میگه که من از تامی متنفر بودم ازش حالم به هم میخورد خوشحالم که مرده ولی من ربطی به قتل تامی ندارم وقتی که از جیسون میپرسن که خب وقتی که قتل اتفاق افتاده یعنی 24 و 25 کجا بودی میگه که من با کلارا بیرون بودم بعد برگشتیم خونه پیش بچه هم بودم و فردا صبحشم رفتیم کلیسا هم بچه هم شاهد من هم کلارا شاهدمه و هم آدم هایی که توی کلیسا ما رو دیدن خب به نظر می رسیده با اینکه جیسون انگیزه ی خیلی قویی داره ولی خب برای زمانی که قتل اتفاق افتاده شاهد داره و یه بهونه داره که در زمانی که قتل اتفاق افتاده تو خونه تامی نبوده پس در نتیجه جیسون و کلارا هم از دایره مزدونین پلیس میرن کنار البته این رو باید بگم که کلارا هیچ وقت مزدون درست و درمونی برای پلیس نبوده مزدون اصلی برای پلیس جیسون بوده که الان از دایره مزدونین رفته بوده کنار پلیس هنوز داشته تلاش می کرده که این پرونده رو حل بکنه یکم کم که بیشتر تحقیق میکنن یه مزدون دیگه هم پیدا میکنن اونم کسی بوده که تامی ازش مواد میخریده در واقع ساقی تامی مزدون پلیس بوده به خاطر اینکه پلیس متوجه شده بوده که تامی به این کسی که ازش مواد میخریده یعنی به این آقای ساقی بدهکار مالیه و خب ما میدونیم که ساقی آدمای خشنیان حتی حاضرن برای نقد کردن بدهیشون آدم هم بکشن و خب توی این پرونده هم از کجا معلوم که ساقی تامی نیامده باشه اون رو کشته باشه به خاطر بدهی مالی خلاصه که پلیس میره سراغ این آقای ساقی که اسمش جفری راک بوده جفری توی یک شهر دیگری زندگی میکرده 75 مایلی جایی که تامی زندگی میکرده میرن سراغش میارن اداره پلیس و شروع میکنن ازش بازجویی کردن جفری میگه که آره من مواد تامی رو تهیه میکردم و آره اون به من بدهکار بود ولی فقط 35 دلار بدهکار بود من اصلا آدمی نیستم که بیام به خاطر 35 دلار یه نفر رو بکشم آدم اگرم میخواد قتل بکنه باید برای رقم های بالاتری قتل بکنه مثلا یه همچه حالتی که من رقمم 35 دلار نیست من نکشتمش و از قضا جفری هم برای زمان قتل شاهد داشته که توی شهری که تامی زندگی میکرده نبوده و تو شهر محل زندگی خودش بوده پس جفری هم از دایره مزنونین پلیس کنار میره پلیس باز هم شروع میکنه به تحقیق کردن تلاش میکنه که مزنونین جدیدی رو پیدا بکنه برای پرونده ولی خب دستش به جای بند نمیشه نه سر نخی داشته نه دی ای داشته نه نشونه ای داشته و نه مزنونی پرونده تامی در سال 2004 سرد میشه و به عنوان یک پرونده باز در بایگانی پلیس باقی میمونه تا 8 نه سال 10 سال بعد که قرار یک اتفاق جدیدی توی این پرونده بیفته این بلا تکلیفی پلیس تا آوریل سال 2013 ادامه داره که یه اتفاقی میفته یکی از کشیشای شهر به اسم جری میره پیش یکی دیگه از اعضای کلیسا که پلیس بوده اون کسی که پلیس بوده توی این کلیسا اسمش اسکات بوده یک سوتوانی بوده سوتوان اسکات جری کشیش شهر میره پیش اسکات و میگه که یه اتفاقی افتاده یکی از اعضای کلیسا داره من رو اذیت میکنه یه مدتی منو تعقیب میکنه استاکم میکنه مزاحمت برام ایجاد میکنه برام یادداشت میذاره روی میزم روی شیشه ماشینم و در مورد یه سری فانتزی های جنسی که با من داره صحبت میکنه و این خیلی من رو اذیت میکنه قاعدتا باید متوجه شده باشید که دارم در مورد یک خانم صحبت میکنم میگه که آره این خانم خیلی منو اذیت میکنه الان چند ماهه که دست از سرم بر نمیداره این اواخر یه دفترچه برای من فرستاده که من این دفترچه رو که باز کردم دیدم یک داستانی از یک زنی که روی یک کشیش کراش داره و شروع کرده این داستان رو توی این دفترچه نوشتن همراهش کرده با یه سری فانتزی جنسی این داره من رو خیلی اذیت میکنه این در حالیه که این کشیشی که داریم ازش صحبت میکنیم یعنی جری متعهل بوده زن و بچه داشته خانومی که داره این کشیش بهش اشاره میکنه یک خانومیه به اسم کلارا کلارا رکتور که قبلا هم در موردش ما صحبت کردیم این کشیش میاد پیش اسکات میگه که آره این کلارا من رو اذیت کرده چند ماهی که من این دفترچه رو ازش گرفتم ازش خواستم بیاد در مورد این دفترچه با هم صحبت بکنیم و میدونید شرایط عجیبه دیگه حالا جدای از اینکه هر دوی اینها متأهل بودن البته خب این هم قسمت مضموم ماجر است ولی اون کشیش بوده و این کسی بوده که میرفته به کلیسای جری و عبادت میکرده این هم در یک لول خودش ناجور و نافرم دیگه میگه که من این دفترچه رو که از کلارا گرفتم صداش کردم بیاد در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم اول شروع کرد معذرت خواهی کردن ولی وقتی به هم گفتش که این دفترچه رو به من پس بده و من بهش پس ندادم شروع کرد عصبانی بازی در آوردن و داد و بیداد کردن که روزگارتو سیاه میکنم اگه بری پیش پلیس نابودت میکنم زن و بچت رو از بین میبرم و من خیلی ترسیدم چرا ترسیده بوده جری از این تهدید به خاطر اینکه تابستون سال 2012 کلارا رفته بوده پیش جری و شروع کرده بوده اعتراف کردن توی این اتاقایی که میشینن اعتراف میکنن گفته بوده که من سالها قبل کسی که باهاش مواد میکشیدم رو کشتم و همسرم جیسون هم از این اتفاق خبر داره الان جری اومده بوده پیش اسکات گفته بوده که این زن اومده من رو تهدید کرده و من میدونم که این یک نفر رو کشته ازش میترسم حالا اینکه چرا این آدم خودش توی این یک سال نیومده بوده بره پیش پلیس بگه که یک نفر اومده پیش من اعتراف کرده که من قتل انجام دادم جای سوال داره یک قانون نانوشته بین کشیش و کسی که میاد اعتراف میکنه وجود داره که اینها یه حالت محرمانگی داره که کشیشه نمیاد حرفی که شنیده رو جای دیگه مطرح بکنه حالا من نمیدونم این محرمانگی چقدر میتونه ادامه داشته باشه طرف اومده اعتراف کرده که من یک نفر رو کشتم و تو نرفتی به کسی بگی تا زمانی که خودت رو تهدید کرده و از جون خودت ترسیدی به نظرم کاری که کشیش جری کرده کار اشتباهی 100 درصد حالا اگر بقیه ی کشیش ها همین کار رو میکنن اونها هم به نظرم دارن کار اشتباهی میکنن ولی من نمیخوام نظر خودم رو توی این پرونده دخیل بکنم فقط این رو بدونید که سال 2012 اومده بوده اعتراف کرده بوده جری به کسی حرفی نزده بوده تا زمانی که خودش تهدید شده بوده کاری ندارم البته که جری میگه که من توی اون جلسه اعتراف بهش گفتم که برو پیش پلیس اعتراف بکن و این برگشت به من گفتش که من قبلا رفتم پیش یک وکیل و وکیل به من گفته که کار پلیس اینه که به گرد جون رو پیدا بکنه این کار شما نیست که برید اعتراف بکنید این بهونه رو هم در واقع جری داشته برای سکوتی که تا الان انجام داده بوده ولی خب به هر حال وقتی که میاد این داستان رو برای اسکات تعریف میکنه میگه که کلارا اومد به من گفتش که من یه کسی که باهاش مواد میکشیدم رو کشتم همینطوری که برای ما این داستان خیلی آشناه برای اون صدفان اسکات هم آشنا بوده به خاطر اینکه تو اداره پلیس همون شهر کار میکرده سریع متوجه میشه که صحبت در مورد پرونده تامی هوپ. خلاصه که میره به اداره پلیس این سوتوان اسکات و اونجا یک گزارش رسمی پر میکنن و پلیس امیدوار بوده که حالا که کلارا یک بار اعتراف کرده به این قتل یه بار دیگه هم اعتراف بکنه میخواستن دوباره بیارنش ازش بازجویی بکنن ولی خب نمیتونستن برن بگن که ما به تو مزنونیم که توی یک قتل دست داشتی که همینطوری از رو هوا که نمیتونستن حرف بزنن به خاطر حرفایی که جری زده بوده که نمیتونستن برن طرف رو اتهام قتل بهش بزنن میرن میارنش به خاطر مزاحمتی که برای این کشیش ایجاد کرده بوده میارنش اداره پلیس و شروع میکنن ازش بازجویی کردن و میخواستن یه جوری حرف رو بندازن که در نهایت برسن به پرونده تامی کسی که داشته از کلارا بازجویی میکرده بهش میگه که منو میشناسی کلارا میگه نه نمیشناسمت این کسی که داشته ازش بازجویی میکرده میگه من همون کسی هم که نه سال پیش سر پرونده تامی هوپ ازت بازجویی کردم یادت میاد این حرف رو که میزنه یهو انگار کلارا فرو میریزه یهو خودش رو میبازه دیگه میدونسته که بازی تموم شده میدونید چی میگم مقاومتی برای پنهان کردن قضیه نمیکنه و شروع میکنه اعتراف کردن همون حرفایی که برای اون کشیش زده بود رو اینجا به پلیس میزنه با جزئیات بیشتر و شروع میکنه داستان قتل تامی رو برای پلیس تعریف کردن کلارا شروع میکنه توضیح دادن میگه که یه چند وقت قبل از قتل اون مواد رو کنار گذاشته بوده ما میدونیم که از مرکز ترک اعتیاد اومده بوده بیرون میگه که شب 24 آوریل سال 2004 خیلی نیاز پیدا کردم که برم مواد بزنم برم مواد بکشم و خب نمیدونستم به کی زنگ بزنم که یهو به ذهنم رسید که برم پیش تامی تامی همیشه با خودش مواد داشت و میتونستم نیازم رو اونجا برطرف بکنم رفتم جلوی در خونه تامی در زدم در رو روم باز نکرد احتمالا به خاطر تهدیدهایی که جیسون کرده بودتش تامی در رو باز نمیکنه میگه در رو باز نکرد من رفتم دیدم یه پنجره باز از پنجره رفتم تو خونه تامی رفتم تو شروع کردم صحبت کردم باهاش و راضی شد که بشینیم با همدیگه مواد بکشیم کوکاین داشت نشستیم با همدیگه کوکاین رو کشیدیم استعمال کردیم استفاده کردیم و یه جای به بعد دیگه مواد تامی تموم شده بود کم بود میزان موادی که داشت و من هنوز نیاز داشتم که بازم کوکائین بکشم شروع کردم باهاش دعوا کردن که برای چی مواد نداری برای چی بیشتر نداشتی و این هی دعوامون بالا گرفت هی شروع کردم جر و بحث کردم باهاش دیگه خون جلوی چشامو گرفته بود رفتم از سوی آشپزخونه یه چاقو آوردم و پریدم رو کمر تامی شروع کردم به گلو و گردنش ضربه زدم با چاقو اونجا میگه منو گرفت چاقو رو دستم گرفت پرت کرد خودم انداخت رو تخت و رفت توی دستشویی که ببینه گردن و گلو چقدر آسیب دیده یادتونه گفتم ضربه هایی که به گلو و گردن تامی خورده بودن هیچ کدوم کشنده نبودن میگه من از این ترسیدم که اون الان از دستشوی بیاد بیرون بخواد انتقام بگیره از من بخواد به من حمله بکنه رفتم دوباره چاقو رو برداشتم و باز هم حمله کردم بهش اندفعه به قفسه سینش به دستاش و به کمرش ضربه زدم و ما میدونیم که این ضرباته که در نهایت منتهی میشه به قتل تامی و به مرگ تامی میگه که این ضربه ها رو که داشتم بهش میزدم هی بهم میگفتش که داری چیکار میکنی داری میکشیم دست بردار و من همینطور به هی می میزدم از یک جای به بعد دیگه بیحال شد افتاد روی زمین بیهوش شد و من نمیدونستم چه کار بکنم اون چاقو رو برداشتم کیف پولش رو هم برداشتم و از پنجره فرار کردم خودش میگه که من میترسیدم که تامی از دستشوی بیخواد بیاد بیرون و از من انتقام بگیره به خاطر همین دوباره بهش حمله کردم در صورتی که این اصلا با منطق جور در نمیاد تو اگر ترسیدی که ازت انتقام بگیرن باید فرار میکردی وقتی که تامی توی دستشوی بوده و کاری به کار نداشته پلیس هم همین باور رو داشته ها قبول نمیکنه حرفای کلارا رو به حال کلارا میگه که من از خونه ی تامی اومدم بیرون رفتم خونه خودمون پیش جیسون بهش گفتم که من همین الان تامی رو کشتم جیسون حرفای منو باور نکرد ولی وقتی که من چاقوی خونی رو بهش نشون دادم وقتی که کیف پول تامی رو بهش نشون دادم باورش شد که من این کار رو کردم به هم گفتش که خب اشکال نداره که حالا این کار رو انجام دادی قصر رو انجام دادی بیا با همدیگه لاپوشونیش بکنیم به هم گفت لباسات و درا لباسایی که خونی شده بود لباسام رو به همراه چاقو و به همراه کیف پول تامی آتیش زدیم توی حیات و سوزوندیم که مدارک جرم رو از بین ببریم بعدم شروع کردیم یک داستان رو با همدیگه تمرین کردن که اگر پلیس اومد سراغمون داستانمون شبیه به همدیگه باشه همون ماجرایی که جیسون تعریف کرده بود که ما از بیرون اومدیم پیش بچه ها بودیم فردا رفتیم کلیس. و این داستان الان دیگه کلارا اعتراف کرده بوده پلیس هم قبول نکرده بوده حرف کلارا رو که من ترسیدم خواستم از خودم دفاع بکنم و خب الان باید میرفته جیسون رو می ازش اعتراف می و در نهایت پرونده اینها رو میفرستاده به دادگاه جیسون وقتی که میاد اون هم تایید میکنه که آره من تمام این مدت میدونستم و این ماجرا رو برای اینکه خیلی من کلارا رو دوست داشتم لاپوشونی کردم و توی این سالها اینها زندگی خودشون رو کرده بودن کلارا چند بار دیگه ترک کرده بوده حتی رفته بوده مشاوره میداده به معتادینی که میخوان ترک بکنن و به نظر میاد که زندگیشون اصلا هیچ خللی درش ایجاد نشده بوده به هر حال قرار میشه که پرونده اینها بره توی دادگاه تا به جرمهای اینها توی دادگاه رسیدگی بشه به کلارا قتل درجه یک عمل مسلحانه و مجرمانه و تعقیب مشدد داده بودن این تعقیب مشدد برای کاری که با اون کشیش انجام داده بوده به جیسون هم که اتهام دستکاری مدارک و جلوگیری از اجرای قانون رو زده بودن اما یک قانونی داشته یالت میزوری که قانون عجیب و غریبیه میگه در جرمها تا سه سال پلیس فرصت داره که کسی رو پیدا بکنه یعنی مجرم رو پیدا بکنه و معرفیش بکنه به دادگاه و ما میدونیم که قتل تامی الان تقریبا نه ساله که ازش گذشته میگه که چون جیسون رو توی این سه سال نتونستن دستگیر بکنن پس اتهامات از گردن جیسون ساقط میشه و همین اتفاق هم میفته جیسون با هیچ دادگاهی روبرو نمیشه و نمیتونن اون رو ببرن به دادگاه اما چون پرونده کلارا با اینکه سالها ازش گذشته بوده ولی جرم خشنی درش اتفاق افتاده بوده و خب قتل درش اتفاق افتاده بوده ماجراش فرق میکرده پس جیسون با هیچ دادگاهی مواجه نمیشه و قرار میشه که برای کلارا دادگاه تشکیل بده کلارا میاد یک معامله بکنه با پلیس میگه که من گناهکاری رو میپذیرم اگر شما این حکم قتل درجه یک رو بردارید و بکنیدش قتل درجه دو که به نظر می رسید منطقی هم هست اگر دادستان این پرونده رو می برده به دادگاه با توجه به اعترافاتی که وجود داشته به نظر می رسیده که کلارا برنامه ریزی برای این قتل نکرده بوده رفته بوده خونه تامی و این اتفاقات پیش اومده بوده برنامه ریزی وجود نداشته که بخوان بهش قتل درجه یک نسبت بدن در نتیجه داد ستان میاد با این معامله موافقت میکنه میگه که باشه من قتل درجه دو رو از تو میپذیرم تو اعلام گناهکاری بکن کلارا اعلام گناهکاری میکنه براش قتل درجه دو جاری میشه و قرار میشه که دادگاه دیگه براش برگزار نشه و صرفا بهش حکم ابلاغ بشه در سال 2014 حکم کلارا ابلاغ میشه و اون به 15 سال زندان محکوم میشه فقط 15 سال زندان برای گرفتن جون یک انسان بیگناه خیلی عجیب و غریبه به نظرم حکم کمیه ولی خب من قاضی نیستم و نمیتونم در این مورد حکم بدم چیزی که ما میدونیم اینه که کلارا الان توی زندان ده سال از دوران محکومیتش رو گذرونده و سال 2027-28 دو هم دوران محکومیتش تموم میشه و آزاد میشه توی این مدت هم بچه های کلارا دارن پیش جیسون زندگی میکنن جیسون آزاده و داره به زندگیش میرسه و احتمالا 4-5 سال دیگه کلارا بر میگرده پیش جیسون و میتونن با همدیگه زندگیشون رو ادامه بدن چیزهایی که پیدا کرده بودم برای پرونده تامی همینها بود پرونده دردناکی بود به نظرم عدالت برای تامی اجرا نشد تمام و کمال و حالا کلارا که مسئول قتل تامی بوده الان توی زندانه و نهایتا 4 پنج سال دیگه از زندان میاد بیرون شما هم اگر نظری در مورد این پرونده داشتید حتما با ما در میون بذارید زیر همین ویدیو برامون کامنت بذارید مطمئن باشید که ما همه کامنت ها رو میخونیم و برامون خیلی ارزشمندان. یادتون نره که اگر دوست داشتید این ویدیو رو حتما لایکش بکنید چنل رو بکنید و زیر همین ویدیو دکمه هست اون رو بزنید لینک رو بردارید توی سوشال مدیا با دوستانتون به اشتراک بذارید مجموع این کارها باعث میشه که اتفاقات خوبی برای چنل فیکشن و البته ما بیفته دمتون گرم که تا این ثانیه های پایانی ویدیو با من همراه بودید امیدوارم هر جا که هستین صحیح و سلامت باشید